عامل اصلی سقوط جمهوریت فساد بود و فساد خانوادگی بود، فساد اقاربی بود، خویشاوندی بود. در جمهوریت خدا شاهد است که ما وجود داشتیم کسایی که یک دو کلمه انگلیسی میفهمید یا تابعیت بیرونی را میداشت یا ای که با کسایی که در بیرون زندگی میکرد روابط میداشت اونا گپ اول میزدن. مثلا فساد مالی بی نهایت وجود داشت. شما میدینید که میلیاردها دلار پایین و بالا شد اما از نظر بازسازی و نتیجه ببینیم صفر است، هیچ چیزی نداشتن. باور بکنید که چندین بار پول بازسازی سالنگ از جمهوریت از وزارت مالیه کشیده شد، چند دوباره در بین مافیا تقسیم شد. امی وکیلایی که ما شما میگم افتخار میکنیم تقریبا 60-70 وکیل از شمال بود، امی خودشان مزاحمت میکردن، میگفتن بیار پولا بده، تقسیم میکردن به شرکتی که میرفت سالنگ جور میکرد، به او پول نمیمون، بنان وان صرف نظر میکرد. ما ملت میفهمیم که نمایندگانمون پایین بوده. در ما یک قتل در اندراب صورت نمیگیره، در پنجشیر صورت نمیگیره، در بین خودشون قتل ها وجود داره. کسایی از قندار هستن، در قندار هم شما زمان جمهوریت بعد از او تحقیق شده که مثلا گروه های دست جمعی پیدا شده، اکثر قتل های خصومت های شخصی بود. شکر به فضل خدا من حالی اصلا وجود نداره. شما میبینید که دزدی در زمان جمهوریت و قبلا در طول 40 سال مردم دست با دزدی دست و پاچه نرم میکردن. الحمدلله امروز دزدی وجود نداره. اگر داشته باشم دزد گرفتار شود به جزای اعمالش میرسد. این یک چالش دیگه است که جامعه جهانی میخواست که در زمان جمهوریت از دزدی در حکومت رنگ میبرد. حالا دزدی وجود نداره. خودشان بیاین اینجا روز تا بیگاه سفر کنن، موترشان را سرک بونن، کسی نیست که طرف سعی کنن، بیاین امتحان بکنن که از افغانستان مواد مخدر به گونه سرسماور به بیرون صادر می شود و همچنان 6 میلیون نفوسی که فعلا یا 4 میلیون نفوسی که معتاد است از زمان جمهوریت است و فعلا تحقیقات وجود داره. استفاده مواد مخدر در افغانستان تقریبا به صفر تقرب کرده و شما میبینید در شهر و گوشه و کنار در زمان جمهوریت در هر گوشه یک پودری خواب بود. حالا پودری ما اصلا وجود نداره و نمیبینیم. و همچنان شما حتی به نقصه دکتر نمیتونیم که تابلتکای نشاور از جمله ویتامین که و تابلتکا و زیکب و ترمادون این چیزا که به شکل مدرنش وارد میشود در افغانستان ما را معتاد میساخت، ما را در بدر میساخت، زندگی ما را خراب میساخت و اگه عایدات برای کسایی که مافیای جمهوریت با اونا بود حالی نمیتونه با نقصه شما با دواخانه ها حتی این مواد پیدا کنین. یعنی دسترسی با مواد مخدر تقریبا به صفر تقرب کرده است. یک گپی واقعی است. جامعه جهانی این موضوع را باید مد نظر بگیرد. همچنان پروژه کانال قشتیپه یک پروژه چالش به کل جهان است که در طول 40 سال این زمان داوود خان سرشکار جریان بود اما تا امروز نتونست کس را عملی بسازه. امروز فاز دوم شروع میشه انشالله. اگر این آماده شود تا یک سال دو سال دیگه سالانه 3 میلیارد دلار ما عایدات میکنیم، بودجه داخلی ما را کفایت میکنه. ما این ضرورت نداریم که به جهان دست دراز کنیم، گدایی کنیم. همچنان در قسمت معادن شما ببینید که ما سرمایه‌دارترین کشور جهان هستیم، سر گنگ خواب هستیم. ما هیچ غریب نیستیم، گرسنه نیستیم، بلد خود سرمایه‌دار هستیم اما ما از سرمایه خود کشیده نمیتونستیم. کسی نمیموند که ما پولدار شویم، سرمایه‌دار شویم، چون افغانستان در یک جغرافی اساس قرار داره، در بین قدرت‌های جهان قرار داره و در جای قرار داره. کسی نمیخواد که ما دست ما به سر ما برسه، ما تقوی شویم، قوی شویم، احساس احراس میکنن. در صورتی که امارت اسلامی بارها اعلان کرده که ما به کسی خطر نیستیم اما باز هم نمیمونه. به این معنا تقریبا 20% زمینای دولتی را مردم غصب کرده بود. امروز الحمدلله شما میبینید که باز مردم میگه که امارت اسلامی مثلا پشتونها را معاف میکنه. شما ببینید که ملا ترخیل اونا احضار کرد زمینی که غصب شده پیش گرفت و همچنان در مزار شریف هم طرف میامده مولوی صاحب سالکزاده بچهش پسرش به ما زنگ زد، اونا هم ترتبار هستن، به ما گفت که چندین شهرک که داشتم غصب شده بود و به فضل و رحمت الهی و با کمک امارت اسلامی یک دو شهرک ما پس دوباره تحویل داده شده. خود اوجا کی غصب میگه زمینه؟ خوب آلمدار معلوم است کسایی جا بود غصب میکرد، مال مردم میخورد. حالا اونمون نفرات اونمون جا دوای دوباره افغانستان بودن نداره. دوستای عزیز، ما سخنان خود به دو بخش اختصاص دادیم.
یک بخش است که کارکردهای خوب امارت اسلامی را به نمایندگی از 12 میلیون ترتباران افغانستان و بالاخره به نمایندگی از ملت افغانستان می خواهیم به شکل واقعی بازگو کنم و بخش دوم پیشنهادات ملت و مردم افغانستان و امارت اسلامی است. در قدم نخست ما از امنیت شروع می کنیم و بعض سخنان من متوجه جامعه جهانی هم است. شما ببینید که چالش اول در افغانستان از 40 سال به این سو امنیت بود. اگر ما حکومت جمهوریت مثال بتیم، نوامیس، مال، عزت، آبروی هیچ کس در امن نبود. ما در او حکومت ما حضور داشتیم و ملت میدید به فغان آمده بود. کسی از خانش بعد از تاریکی شب برآمده نمیتونست، اما الحمدلله با آمدن امارت اسلامی امروز یک افغان میتونه که از فاریاب به جلال آباد سفر کنه، از پکتیا به قندهار نیمروز سفر کنه، به بادغیس سفر کنه. و سابق بود در روشنی سفر نمیتونستی. گپ یا گپی واقعی هست و ملت حیره میدونه از امارت اسلامی از بابت به وجود آوردن امنیت سپاسگزاری و تشکری میکنه و جامعه جهانی هم میخواهد که امنیت دیگر بهانه نگیرد. موضوع دوم موضوع فساد است. شما میبینید که عامل اصلی سقوط جمهوریت فساد بود و فساد خانوادگی بود، فساد اقاربی بود، خویشاوندی بود. در جمهوریت خدا شاهد است که ما وجود داشتیم کسایی که یک دو کلمه انگلیسی میفهمید یا تابعیت بیرونی را می داشت یا ای که با کسایی که در بیرون زندگی میکرد روابط می داشت، اونا گپ اول می زدن. مثلا فساد مالی بی نهایت وجود داشت. شما می دیدین که میلیاردها دلار پایین و بالا شد، اما از نظر بازسازی و نتیجه ببینیم صفر است، هیچ چیزی نداشتن. و شکر الحمدلله در امارت اسلامی فساد یک چالش در جامعه جهانی است، این در صفر تقرب کرده وجود نداره. جامعه جهانی دیگه چی میخواد از ما؟ گپ دوم موضوع دزدی هست. شما میبینید که دزدی در زمان جمهوریت و قبلا در طول 40 سال مردم دست با دزدی دست و پاچه نرم میکردن. الحمدلله امروز دزدی وجود نداره. اگر داشته باشم دزد گرفتار شود به جزای اعمالش میرسه. این یک چالش دیگه است که جامعه جهانی میخواست که در زمان جمهوریت از دزدی در او حکومت رنگ میبرد. حالا دزدی وجود نداره. خودشان بیاین اینجا روز تا بیگاه سفر کنن، موترشان را سرک بونن، کسی نیست که طرف سعی کنن، بیاین امتحان بکنن. بنان جامعه جهانی این موضوع را باید مد نظر بگیرن. چهارم یک چیز دیگه بسیار مهم که جامعه جهانی در سابق رنگ میبرد شیوه مواد مخدر بود. که از افغانستان مواد مخدر به گونه سرسام‌آور به بیرون صادر می شود و همچنان 6 میلیون نفوسی که فعلا یا 4 میلیون نفوسی که معتاد است از زمان جمهوریت است. و فعلا تحقیقات وجود داره استفاده مواد مخدر در افغانستان تقریبا به صفر تقرب کرده. و شما میبینید در شهر و گوشه و کنار در زمان جمهوریت در هر گوشه پودری خواب بود. حالا پودری ما اصلا وجود نداره و نمیبینیم. و همچنان شما حتی به نسخه دکتر نمیتونین که تابلتکای نشاور از جمله ویتامین ک و تابلتکا و زیکب و ترمادول این چیزا که به شکل مدرنش وارد میشد در افغانستان ما را معتاد میساخت، ما را دربدر میساخت، زندگی ما را خراب میساخت. و اگر عایدات برای کسایی که مافیای جمهوریت به اونا بود، حالا نمیتونید با نسخه شما به دواخانه ها حتی این مواد پیدا کنین. یعنی دسترسی به مواد مخدر تقریبا به صفر تقرب کرده است. این یک گپ واقعی است. جامعه جهانی این موضوع را باید مد نظر بگیرد. و همچنان تحقیقاتی که صورت گرفته در زمان جمهوریت، اگر روزانه میگه که در بین جنگ امارت و جمهوریت اگر 100 نفر کشته میشد، تقریبا 30 نفر از این در اثر خصومت های شخصی خانوادگی کشته میشد. این قتل های خانوادگی زیاد بود، دشمنی خانوادگی زیاد بود. و امروز این به صفر تقرب کرده. کسی نیست که حالی یک کسی دیگر را به قتل برسونه. به گونه مثال ما چند مناطق مثال میتونم. ما تخصص ما در اعصاب است. یک از مریضا از ولایت بغلان اندراب آمده بود، خانم بود، مشکل عصبی پیدا کرده بود. گفتن چرا این مشکل پیدا، علتش چی است؟
گفت که ما 7 روز به خانواده خود دست دادیم. ما تو فکر کردم که دم جنگای امارات و جمهوریت دست داده، گفت نه، در بین دشمنی شخصی ما به وجود آمده، یک روز 7 نفر ما قتل کردیم. اما امروز با لطف امارات اسلامی، با لطف خداوند، در ما یک قتل در اندراب صورت نمیگیرد، در پنشه صورت نمیگیرد، در بین خودشون قتل ها وجود دارد. کسایی از قندار هستند، در قندار هم شما زمان جمهوریت بعد از او تحقیق شده که مثلا گروه های دستجمعی پیدا شده، اکثر قتل های خصومت های شخصی بود. شکر به فضل خداوند حالی ای اصلا وجود ندارد. این هم جامعه جهانی مد نظر بگیره که یک موضوع بسیار مهم است. و همچنان در قسمت بازسازی ما بگوییم سالنگ خودش یک چلنج است به جامعه جهانی. باور بکنید که چندین بار پول بازسازی سالنگ از جمهوریت، از وزارت مالیه کشیده شد، چند دوباره در بین مافیا تقسیم شد. امی وکیلایی که ما شما میگیم افتخار میکنیم، تقریبا 60-70 وکیل از شمال بود، امی خودشان مزاحمت میکردن، میگفتن که بیار پولا بده، تقسیم میکردن به شرکتی که میرفت سالنگ جور میکرد، به او پول نمیمون، بنان وام صرف نظر میکرد. ما ملت میفهمیم که نمایندگان ما خائن بودن. به این خاطر سعی که شما ببینیم به یک وقت کم به این زمستان سالنگ ترمیم شد، حال انشاءالله افتتاح میشه، در خدمت مردم قرار میگیره. به امارت اسلامی خطاب می است که همه ملت اینمی کارا را میفهمد. همچنان پروژه کانال قشتیپه یک پروژه چالش به کل جهان است که در طول 40 سال این زمان داوود خان سرشکار جریان بود، اما تا امروز نتونست کس را عملی بسازه. امروز فاز دوم شروع میشه انشالله. اگر این آماده شود تا یک سال دو سال دیگه سالانه 3 میلیارد دلار ما عایدات میکنیم، بودجه داخلی ما را کفایت میکنه. ما این ضرورت نداریم که به جهان دست دراز کنیم، گدایی کنیم. همچنان در قسمت معادن شما ببینید که ما سرمایه‌دارترین کشور جهان هستیم، سر گنگ خواب هستیم. ما هیچ غریب نیستیم، گرسنه نیستیم، بلد خود سرمایه‌دار هستیم، اما ما از سرمایه خود کشیده نمیتونستیم. کسی نمیموند که ما پولدار شویم، سرمایه‌دار شویم، چون افغانستان در یک جغرافی اساس قرار دارد، در بین قدرت‌های جهان قرار دارد و در جایی قرار دارد کسی نمیخواد که ما دست ما به سر ما برسه، ما تقویت شویم، قوی شویم، احساس احراس میکنن. در صورتی که امارت اسلامی بارها اعلان کرده که ما به کسی خطر نیستیم، اما باز هم نمیمونه. به این معنا که ما توانستیم یک مقدار وزارت معادن ما قراردادها را که با بعض انجوها، بعض شرکت های بزرگ امضا کرده، یک امیدواری کران برای ملت است. این هم خیر مقدم میگیریم، تشکر میکنیم از وزارت معادن. و همچنان در قسمت بازسازی شاروالی های تمام افغانستان خوب کار میکنن، با وجه شاروالی کابل. شما ببینید که شاروال کابل امیال کسی نمیفهم از کدام قوم است، کسی نمی کسی تحقیق نمی کنه در بارش، به خاطر از اینکه میبینه خوب کار میکنه، میگه خدا خیرش بده. به این خاطر اگر امارت اسلامی کار بکنه، زحمت بکشه، به خدا تمام کابل از یک خاندان باشه، ملت چیزی نمیگه. اما در صورتی که بازکار نتونست، مشکل ایجاد شد، تنبلی کرد، مثلا در کارهای جسته نتونست، با گپ ملت شروع میشه. تا امروز ما از بازسازی امارت اسلامی با وجودی که تحریم هستیم، با وجودی که هیچ پول نداریم، با وجودی که ما از مالیات خود این پول جمع آوری میکنیم، ما این را بازسازی کردیم. اگر ما از تحریم ها خلاص شویم، جامعه جهانی با ما کمک همکاری کنه، باور بکنید که ما چلنج میتونیم که در ظرف دو سال افغانستان با اکثریت کشورهای آسیای میانه اروپایی رقابت میکنه از نظر پیشرفت و ترقی. یعنی اراده وجود داره از طرف امارت اسلامی. دوستای عزیز، غصب زمین یک چالش بزرگ بود. تقریبا 20% زمینای دولتی را مردم غصب کرده بود. امروز الحمدلله شما میبینید که بعض مردم میگه که امارت اسلامی مثلا پشتونها را معاف میکنه. شما ببینید که ملا ترخیل اونا احضار کرد زمینی که غصب شده پیش گرفت. و همچنان در مزار شریف هم یه طرف میامده مولوی صاحب سالکزاده، بچهش پسرش به ما زنگ زد، اونا هم ترتبار هستن، به ما گفت که چندین شهرک که داشت غصب شده بود و به فضل و رحمت الهی و با کمک امارت اسلامی یک دو شهرک ما پس دوباره تحویل داده شده. خود اوج کی غصب میکرد زمینه؟ خوب عالمدار معلوم است کسایی جا بود غصب میکرد، مال مردم میخورد. حالا اونمو نفرات اونمو جا دوای دوباره افغانستان بودن نداره. حالا ما هم در جامعه جهانی ایران موندیم. جامعه جهانی با خود فکر کنه.
امی کسایی را که اینا کسان جلسه میگیره، کسایی را کسان صحبت میکنه یا نماینده افغانستان اونجا قبول میکنه، خونمای ملت جا تباه کرد. من خود به نمایندگی از امارت صحبت نمیکنم، به نمایندگی ملت صحبت میکنم. بلی از خود این مردم بود ما را تباه تباه کرد. در قسمت زنا اونمو چند زنه که خدا راستی در اوجه صحبت میکنن، هر کدامشان ایجا مافیایی بودن، مرده ها دار مرده های قاق داشتن، در ایجا قاشاق مواد مخدر میکردن، هر کدامش ایجا دوسیه فساد داری دارن. به این حال جامعه جهانی هم کوشش بکنه که کسایی که مرده های سوخته است یا کسایی که در ایجا خیانت کرده اینا را وقت نده، کسان صحبت نکنه، کسان گفتگو نکنه. خیر یک چهاردن نفر خوب پیدا کنه، برای نفر خوب پیدا نمیشه. با ما دیگه ای که پیشنهادات ما ای است که اشتغال زایی صورت بگیره، کاروبار برای جوانا پیدا کنه، تا از فرارشان جلوگیری شوه، کار به اهل کار سپرده شوه. در جمهوریت اونمو کار به اهل کار نسپردن، سرنوشت اونو دیدین که با فروپاشی منجر شد. یک کامپیوتر کار آورده بود بخش امنیتی، معلم برده بود، وزیر دفاع ساخته بود، اونمی مشکل خلق کرد. دیگه ای که ما میگیم که در اسلام تمام برتری نظر به تقوا هست، تقوا مد نظر گرفته شود، تعییناتی که در دولت صورت میگیره منصفانه باشه، باید از هر قوم باشه، از هر قوم بازم خوب و با تقواش باشه، فهمیده باشه و عدالت یکسان تامین شود. مبنای دوام هر حکومت خدا شاهد است که عدالت است. عامل اصلی فروپاشی هر نظامی که باشه بی‌عدالتی است. ما عدالت در نظر بگیریم، در بالای هر قوم، هر چیز، حتی وزیر باشه، هر چیز باشه، یکسان تطبیق شوه. و همچنان مردم از افغانستان از نبود یک قانون واحد رنج میبره، چون قانون که نبود هر رئیس، هر وزیر، هر اداره به فکر خود کار میکنه. به این لحاظ از امارات اسلامی میخواهیم که یک قانون جدید زیر کار بگیره، بسازه در هر بخش و اقتصادی بسازه و مبداش شریعت و دین اسلام باشه. و همچنان قانون مشکل در کل جهان است که قانون یکسان تطبیق نمیشه و قانون هم که ساخته شد باید یکسان از پایین به بالا، هر کسی که باشه باید بالاش تطبیق شود، کسی از قانون معافیت نداشته باشد. زمینه سرمایه گذاری مساعد شود و سکتور خصوصی رشد داده شود، به خاطر از اینکه در کل جهان 80% اقتصاد جامعه مربوط به سکتور خصوصی است. امی که همگی پشت وظیفه دولتی می دود، دلیلش این می است که سکتور خصوصی فعال نیست، این فعال شود، سرمایه‌گذاری‌ها جلب توجه شود و سرمایه‌گذاری آسان ساخته شود. آسان زمان جمهوریت یک سرمایه‌گذار می‌خواست بیاد سرمایه‌گذاری کنه، 10 اداره را می‌دوید، کوتاه شود یک اداره، دو اداره تا سرمایه‌گذارم تشویق شود بیاد سرمایه‌گذاری کنه. و همچنان تعصبات قومی، نژادی، مذهبی ای ورداشته شود. اینمی نقطه ضعف ماست، کل کفار از این طریق بالای ما شما داخل میشه. و کسایی که من یک کلمه دیگر میگم، باور بکنید که 40 سال است ما در کلمه پانتون دانشگاه بند موندیم. به خدا شرم از ما افغانا. هر کسی که میگه به یاد میکنه، هر کسی که میگه به دامن میزنه، او شدیداً بدر مجازات شوه که یکی که بگه دامن زد، دست ما در مخالفین و در جامعه جهانی یک ایله برور نتیم. و همچنان یک گپ دیگه آخر من سخنان ختم میکنم، بزرگای امارت اسلامی شیشه هستن، باور بکنین آل وقت، وقت شعار گذشته، وقت مرگ به فلانی به فرمانی گذاشته، حال زمان زمان تیاره های بی سرنشین است، حال زمان راکت های بالستیک است، حال زمان تانگ های زرهی است. من از امیرالمومنین صاحب حفظ الله خواهش میکنم که یک بودجه بزرگ، یک بودجه گزاف و برمی رشد تکنولوژی و ساینس اختصاص بده تا ما داشته باشیم، پدافند های هوایی داشته باشیم، راکت های دشمن خود ثابتانیم. یا ما اگر ما از نظر تکنولوژی اسلحه مجهز باشیم، جهان با ما را کار نداره. باور بکنید دشمنی جهان تنها با امارت اسلامی نیست، با امی جغرافی است، با امی افغانستان است. امی حکومت مثلا نباشه دیگه، حکومت بیا او را ما قسم تهدید میکنه. میخواه که افغان ها تا که دنیا هست غلام باشه، ما این را قبول نداریم. ما زمان از غلامی خلاص میشیم که از نظر تکنولوژی پیشرفت کنیم، طیاره های بی سرنشین داشته باشیم، راکت های بالستیک داشته باشیم و همه چیزهایی که دیگر جهان داره ما داشته باشیم. این ناممکن نیست، به خاطر از اینکه چیزهای ناممکن امارات اسلامی ممکن ساخت. و این هم چیزی نیست، خواهش ما نیست که خیر است، ما گرسنه میشینیم، ما فقر متحمل میشیم، رنج و غم متحمل میشیم، اما کشور ما، حکومت ما قوی باشه. ما به این آرزو داریم تا که بی‌غم شویم.
باز هم یک جهان سپاس، تشکر از وزارت ستامه و وزیر صاحب سرحدات که زمینه را مسایش ساختن و نظریات جمع ساختن و همچنان جامعه جهانی می خواهیم که اگر تو تحریم وضع می کنی دیدامه می تی به خدا قسم غیر ملت رنج می بینه. امیال رنج غم و تحریم کی می بینه؟ امیال ملت می بینه. مریض خود ما دو کشور برده نمی تانیم، سفر نمی تانیم، اقتصاد ما خراب است. تا جوی خوب ما با خداوند ایمان عقیده داریم، روزی از طرف خداوند است، صبر و حوصله می کنیم، اما باز هم رنج و غم میشه. اینمی ملت و اینمی مردم و اینمی 40 میلیون نفوس بکشه. باید این راه را تعویض بکنه. اما امارات سامی کدام مشکل داره، راه های دیگری وجود داره، اما راه تحریم پیش نگیره که مردم زیاد از زیاد نمیخواه که دوچار غم و اندوه باشه. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام برادر، خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ قراری خسته نباشین. سلامت باشین. بخیر. مونده کار بود. ان شاء الله که موندگی نداره کار. ما قلبان از شما و تیم شهروالی کابل سپاسگزاری میکنم. واقعا شما زحمت کشیدین، تلاش کردین که یک قسمتی سرک قیریزی کنین. اینجا سب کمی معلومات میدادین در مورد سرک، خود معرفی هم میکردین. تشکر از شما. همچنان سلامت باشین از اینکه ما را همیشه وقت روحیه میتین و احساس تولید میکنین بر ما. خب قسمی که شما میبینین سرک دیگه کارهای ساختمانی کانکریتیش به اصطلاح رو به اختتام است و بعضی از مراحل طبقات سرک است که به خیر شروع میشه و حدودا 40% سرک مکمل، یعنی به شکل مکمل کارش خلاص است که تا آسفالت هم شده و ضمن میمونه باقی مراحل طبقات دیگهش، مثلا سب بیس است و بیس کورس است و سب گرید و دیگه پایش است که ما آمادگی به طبقه سب گرید داریم. با سر سب گرید یک طبقه دیگه میه به نام سب بیس، سر سب بیس با طبقه دیگه میه بیس کورس، با سر بیس کورس آسفالت میه. عرض طول سرک چقدر است؟ عرض طول سرک، خب طول سرک حدودا 1 کیلومتر است که از منطقه لیسه دیکی پک شروع میشه و الا عقب پل تکنیک پشت سر مخزن آب است، اونجا وصل میشه. اونجا البته سرک تا اونجا رقید است و عرض سرک هم 20 متر عرض داره با شمول پیاده رو و جوی چایش. پیاده رو هم داره؟ بله، دو طرف پیاده رو داره، 2.80 متر هر دو طرف پیاده رو داره، جوی چا داره. اون دیوالای استنادی بسیار مستحکم ساخته شده تا اینکه امو به اصطلاح دیوربیلیتی یا مدت دوام سرک یعنی تضمین کرده بتونه. تا فعلا چقدر پیشرفت کاری داشته؟ خب پیشرفت کاری حدود 70% اگر از دید کلی بگیریم، 70% کار سرک پیش رفته و 30% دیگه مونده. البته کارهای جزئیش مونده، کارهای اساسیش ان شاء الله پیش رفته. پیش از زمستان خلاص میشه یا بعد از زمستان؟ خب اگر به شکل کلی بگوییم شاید تا پیش از زمستان خلاص نشه، به خاطر که زمستان کم مونده دیگه، حدود 10-20 روز بعد یخ میزنه، مثلا کانکریت هم یخ میزنه دیگه، قیر هم یخ میزنه، قیر هم ریخت نمیشه، دوای سرد از خاطر باز امکان داره که کم کارش بونه. این سرک تکمیل شوه یک روز بخیر، خط کشی هم میشه هم قوانین ترافیکی؟ یقینا ساینای ترافیکی در این مد نظر گرفته شده، مثلا در گولایی ها که باید نشان داده شده که اینجا گولایی سرعت کنترل باید باشه، مثلا در این سایه سرک مثلا سرعت چقدر باشه، ایگه پا انشالله کلش مد نظر گرفته شده. چقدر رفت آمد نزدیک میشه؟ خب حدودا اگر مقایسه کنیم، چون سرای شمالی و عقب پل تکنیک یا کارتی مامورین یک مسیر بسیار پر ازدحام است که با ساختن این سرک و با برداری سپردن این سرک انشاءالله 30% تا 40% بیروبار که مثلا در کارتی پروان از چاره برکی از چاره ترافیک است انشاءالله کم شود. نصب چرا مسابقه همین پروژه حیاتی تطبیق نمیشه اکثریتش؟ خب میگه چیزی که عیان است چی حاجت با بیان است. گرچنی سرک یا این پروژه بسیار قبل طراحی شده بود و دیزاین شده بود تا یک کار میشد، اما حکومت گذشته که بود و بر ما گفتم که معلوم است که یک حکومت مالک التوایفی بود که در هر منطقه یک زوردار بود، یک به اصطلاح بدماش بود، که مردم باز نمیخواستن که سرک به اصطلاح تیر شود تا این وارو باج میگرفتن به اصطلاح. و الحمدلله از وقتی که امارت اسلامی آمده این گپا به شکل کلیش از بین رفته، ما بدون هراس، بدون ترس، بدون لرز، بدون هیچ حتی هیچ کدام هراسه میم در ساعت کار خدا میکنیم و الحمدلله امنیت متضمین است، کار ما پیش میره و هیچ کس مداخله کنه نمیتونه. چون نمی سرک در زمان جمهوریت آغاز شده بود؟
بیشتر انترکانتیننتال. بله، چون تا سر تپک پشت تقریبا انترکانتیننتال است، تا اونجا کارش پیش رفته و از این طرف اینمی سایر که ما شمال قرار داریم یک چند طبقه مردم بودن که نمیخواستن، مانع پیشرفت بودن، اونا مانع تمدن بودن، نمیخواستن که مردم در آسایش زندگی کنن و منافع شخصی خدا به اصطلاح ترجیح میدادن نسبت به منافع عام مردم. یکم سر صدا است میگن نقشه را تغییر دادن. نه خیر، نقشه تغییر داده نشده، منتها سرک بسیار سرک اساسی است دیگه، قسمی که همون معیارای یک سرک استاندارد میخواه اونو قسم یک سرک انشالله اینجا دیزاین شده تا اینکه عبور و مرور به آسانی و راحتی اینجا انجام شود. کدام پیام دارین کامرمان؟ سلامت باشین، بخیر باشین. از اینکه هر وقت میاین شما اول ما را میگیرین و با ما احساس میتین امیار گفت. بخیر باشین. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام برادرای عزیز، جور بخیر. چی حال؟ خسته نباشین. زنده باشین. خوش اومدین. بخیر اومدین. چی حال اول؟ بخیر باشین، سلامت. میشه خدا معرفی میکردین نامتون چی است، اینجا چی میکردین؟ ما میجا باشنده این منطقه هستم، نام قربان علی است دیگه، ولد انور از این منطقه هستم، باشنده این منطقه هستم دیگه، همینجا زندگی میکنیم. این مبارک باشه، کار سرکتون تقریبا 80% پیش رفته، چقدر خوب شد؟ بخیر باشه، خیر ببینی خداوند دیگه دولت ما رو پایدار داشته باشه. خوب گپ است، آبادی برای تمام ملت افغانستان است، بخصوص به محیط منطقه این مردم دیگه. از دولت ما خوش هستیم، آبادی شود، وطن ما جور شود دیگه. در ضمنش خوش هستیم که وطن به پیروزی به طرف آبادی بره. ما از دولت خوش هستیم، بعد این کارکنان نشه. بخیر باشه. چرا سابقه میقدر بازسازی نمیشد این سرک؟ در کنام منطقه باز وصل میشه، این منطقه به نامش یاد میشه؟ این منطقه سایه وحدت آباد یاد میشه، از قسمت زمزم الی تا پل تخنیک همین سرک فعلا نقشه گذاری شده که، و قبلا خو دنیا همیتو عقب مانده و مردم از درک بدر جونی پیشرفته نبود، آگاهی نداشتن زندگی و درخشان. امروز که از مردم حال فضل خدا بسیار گپای پیشرفته و در تکنولوژی قرار گرفته، ما معدنای افغانستان، سیستمای افغانستان امروز وقت به پیشرفت ضرورت داره. حالا همین مردم جامعه فعلی امکانات و همین دارایی های افغانستان به دست آورده و مجبور است که وطن آباد کنند، به خاطر از اینکه همین زندگی افغانستان، عاید افغانستان، آبادی افغانستان. یک کاری است که عدالت بین یک دولت که آمد ملت بهتر جن آبادار به این میسازه که برش یک محیط منطقه و زندگی جور کنه. کوکو جان، باورت میشد یک روز کاری سرک شروع شد؟ قبلا آرزوی گپ نداشتیم ما، یکی لطف خدا شده یک مرحله آمده، دوره آمده که دیگه خداوند دیگه هم دولت ما را آرام آسوده و عدالت به بار بیاره دیگه. انشالله امید میره نظر به سیستم دنیا که از این که بهتر و بالاتر هم انشالله جور میشه. چقدر سهولت شده رفت آمد، چقدر نزدیک میشه؟ فعلا همینجا ما که میرفتیم در سرش ملی یک موتر میگفتیم تا می گردنه بار ما رو میگفت دو چرایی ما برامده نمیتونم دو ساعت روپه بتیم. حالا گفتم میتونم که وقتی که لین دمیجه بیفته ما در ده روپه لبه دروازه خود تا میشیم. تقریبا اینجا جمعیت وطندارای ما زیاد از خانه ها زیاد است اینجا؟ فضل خدا دو کم از کم یک از جمع اوشار تا خود تانگ تیل همی زغیره دوره زایرخان هیچ که نباشه یک دو سه چهار هزار خانه است. کل یک جزک منطقه است؟ از این غروب این طرف به نام نه یا از تمام افغانستان است، از کل جای افغانستان اینجا زندگی میکنه. اما ما میجا هستیم، از خوست جنوبی است، از دیگر بامیان است، از لوگر است، از خود پنشیر است، از کوهستان است، از نامش که ولایت است اینجا افغانستان کوچک است. این میهن کل افغانستان است. بله، بخیر باشه، زنده باشین، خانه آباد. برین یک چیز آب چای نون خیر است، یک خانه فقیر خانه داریم. بخیر باشین، در جگرتون جانا. بخیر باشین، خانه با خدا. السلام علیکم. سلام علیکم برادر خان، بخیر هستین؟ خوب هستین؟ خسته نباشین، زنده و سلامت باشین برادر. میشه خدا معرفی میکردین نامتون چی از کجا میرفتین؟ بخیر. اسم از ریگور از باشنده این منطقه هستم، خانه ما در این بغل است. خانه شما خوب؟ به نقصان رفته؟ یک مقدار رفته است، رفته است، من دیگه کش رفتم دو دونه خانه فقط من خلاص. سربنا میشه دیگه؟ سربنا میشه دیگه، مجبوری دیگه، فقط میشه یک چیزی. برو خدا را شکر، اما کم مانده دیگه. ها، بازم خدا را شکر میکنیم که اما کم مانده از یک زندگی ما میشه. خوب است، خدا را شکر میکنیم، سپاسگزار است. این قسمت ها مکمل خانه بود سابق؟ ها، این قسمت ها را که شما میبینید کل این خانه، اینجا همش خانه بود دیگه. فعلا این تو نقشه آمد، یعنی جه سرک شد،
دیگه می تو مشکلات ها از دیگه بازم به یک طرف کس فکر میکنی مشکل است با مردم که بی خانه میشدن، از دیگه طرف دیگه یکی برای آبادی میشه، سرک جور میشه با مردم، محل به همگی این کار خوبی است. سر صدا بود که یک روز کاری سرک شروع شود؟ سابق سر صدا بود، در دوران جمهوریت سر صدا بود، اما نقشهشون دو طرف بود. دو سه دفعه که آمدند خانه را سروه کردند، همین سرکی که فعلا میبینید شما بالا رفته. حال القوی شده. حالا باز دولت فعلا که هست دیگه بدر فهمیدی نقشه را به این طرف آوردند. کیا معاونیت قرار میداد که سرک جور نشد؟ کجا؟ والا ما خود دقیق بدر فهمیدی خبر ندارم، ما خود 20 سال 25 سال میشه کمی زندگی میکنم، همین توی گپای بود که میگفتن که مخانوالا ممانعت میکردن نماندن، اگر نه جمهوریت چند دفعه 3 دفعه 4 دفعه که آمدن خانه رو سر بکن سرک از اون قسمت تیر میشد. همین خوبی امارتی هست که میگه شروع دیگه. آه دیگه ایجی که شروع گفت دیگه شروعش میکنه خدا دیگه در قصه کسی نیست. ما شما شاید هستیم که کار این سرک تقریبا یک 70-300 پیش رفته دیگه. بله 70-300 پیش رفته، انشالله که کم دیگهش مونده است. باقی بالا هم دیگه سرکش جور است دیگه، عقب اینترکانتینتال. بله اونجا سرکش پختر دیگه، اینمی جایی مونده است، اون زیرش هم قسمت زیر هم انداختیم قیرش هم فعلا دیگه یک دو قسمت میجه مونده است، انشالله که میشه ایشان. 21 سال است که افتیده ایجا زندگی؟ آه 21 سال میشه که میجه من زندگی میکنم. شما وقت آمدین دیگه قدر خانه هم نبود دیگه؟ نه خانه کم بود، بسیار کم بود خانه. جمعیت زیاد شده؟ جمعیت زیاد شده روز دیگه، جای هم نماند کلان خانه شد. حال اهمیت چگونه است؟ اهمیت فضل خداوند خوب است، بسیار خوب است، اصابه کده خوب است. من خودم این منطقه بودم، فعلا خوب است. شب و روز بگر گپ بخونید. نه انشاءالله به زور پروردگار هیچ گپ نیست واسه خدا. سابقه یگان گپا بود، یگان در لچ میکنن، یگان انداخت فایلی چیزا میکنن، فعلا فضل خدا من نیست چیزی گپ. برو خدا رو شکر کمی اهمیت از یک کار بار زیاد شوه که وطندارای ما از این نایه شکایت داره. انشاءالله که کار بار بخواه شود، این کار از یام زیده که خدا شود که سر صدا است، مردم و اشتوک و فامیل و سیاسری گپا، انشاءالله که خوب است، بخیر خدا شود. سهولت فرام میشه با وطندارای ما؟ با وطندارای ما خب بسیار زیاد سهولت میشه، یعنی موتور از کوتی سنگ بیاد طرف قسمت سرای شمالی بره، سرای شمالی برن طرف کوتی سنگ، بسیار فرصتی میشه، بیروبار کوتی پارون جام کم میشه، بسیار خوب میشه، به مردم سهولت میشه، به همگی. با 5 دقیقه میرید اگر این تکمیل شود اگر طرف کوتی سنگی دیگه همون تو 5 دقیقه اینجا میشینی میرید کوتی سنگی از جمعه اینجا می بسیار کار خوب شده، خیلی زیاد شده. سبب ناگزیر بینید که چند مسیر تای کنین برسند همین رقم بود، چند مسیر با تای میکرد پیاده میرفتی بالاخره باز موتور کوتی سنگی رفتی یک قسمت میخواستی بری. حالا فعلا فضل خدا چی کار بار میکنید؟ حالا ما خب بیکار هستم، حالا فعلا بیکار هستم. چی کار میکنید؟ صاحب دریور بودم، حالا دریور بودم. موتور از خودم بود. فروختم موتور، با یک جای یک دو سال کار کردم، اونجا هم دریور بودم، من سده با کارش هم خلاص شد، فعلا بیکار هستم. خدا میره بود. بشک توکل. امر خدمت من بود. قربان شما، زنده و سلامت باشی. بخیر باشی. وطندرای مهربان، قسمی که شما مشاهده کردین نظرات انجینر صاحب هم گرفتیم و وطندرای ما هم. ما هم ناگزیر هستیم، خداحافظی کنیم. این بود داشتین برنامه، تا برنامه دیگر، تا دیدار دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شب و روزتان خوش. الان یادار شما.